کاش میشد توضیح نمیدادیم. بله خب. حدود شما شاید که حدود 10 سال پیش بنده در یه باری نشسته بودم. بعد یه دختر روس رد شد. مثلا در حد 20 ثانیه، 30 ثانیه. دختر روس. بعد من دوستم گفت اهل کجاست؟ گفت اهل گرجستانه. بعد ورزشکارم بود. خب ما خب هیچ رفت تموم شد در از ما اصلا هیچ حرفی هیچی کلن هم شکست من شکست الان شد منظورم شکست خیلی عشقی و این نیست خب شکست اون لحظه در زندگی بود دیگه که آه میتونست مثلا یک دیالوگ صورت رو گرفت دیگه نگرفت و آه رفت و من به این مسئله شکست بکردم و بعد همچنین به شکست سیاسی که ما از روسیه در 1821 خوردیم عباس میرزا که بسیار آدم شریف بود پسر برادر فتلی شاه بود و این در واقع به معشوقه میگه که اگه خواستیم ما رو پیدا کنیم ما تو اردو شکست خورده هایی تو عباس میرزا این یک شکست بود یکم که یک کاپیتان تیم ملی کشتی بود توی نسل ما که بچه هایی که همسن من هم یادشون علیرضا حیدری هنسان بود، خوشتی، پرزور، همه رو میزد، اصلا چیز بود، امید اول ما بود این دوبار به یه کشتیگیر گرجی خورد، کورتانیدزه تو فینال یک امتیاز هم نتونست بعد چون شکست، خیلی بد یکی اون شکست رو این شکست رو، اون شکست هر سه شکست، سه شمست عاشقانه است هیچ ربطی به گرجستان و پس بده اینا نداره این تعبیر متافوریکه راجع به این که آن ای عاشق دل منو میگه دل اگر گرز من یار حلالش کردن در شهر تافه دوز دویدن فلان میگه میگه اون دلی که بردی رو بیا پس بده رفتم تو بارنیم میگه بیا پس بده و بعد تعبیر که خب بودم ورزشکار بود کورتانیدزه میگه بیا اصلا ما رو شکست بده بیا تو ما رو بزن زمین همه اینا تعابیر عاشقانه، عارفانه و اراتیک همش با همی هیچ ربطی به اون گرجستان و اینا نداره آقا ما 200 تا 300 تا ایمیل گرفتیم در طی همین یک دو سال از گرجستان با خط گرجی بعد معلوم بود شد اصلا به من چه گرجستان تو کنم شد واسه که حماقت بشری پایان نداره هیچ کس این نقطهشو نگه بعد همین فکر کنم دیگه لازم بود ولی با دوستان علیرضا و رسول عزیز که حرف زدیم فکر کنیم ما بریزبن رو هم اجرا کنیم توضیحات من بدم بعد دیگه بزنیم روی اینترنت هر کی فهمید فهمید هر کی هم که نفهمید بیاد گرجستان رو پس بدیم Okay, we play two more songs.